رپورتر هستم، به ایران تودی خوش اومدین. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. امروز میخواییم راجع به امیر تتلو که از یکی از بازیگران هالیوودی خواستگاری کردن با شما صحبت کنیم. قوقا به پا کرده. ما رو سابسکرایب کنید. چندی پیش قبل از اینکه صفحه اینستاگرام امیر تتلو بسته بشه، زیر یکی از پستای اینستاگرامش امیلا کلاریک بازیگر محبوب سریال گیم آو ترونز کامنتی از امیر تتلو دیده میشه که در اون از این بازیگر هالیوودی خواستگاری کرده و نوشته با من ازدواج میکنی؟ امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو در سال 62 در شهر تهران متولد شد. اون یکی از خوانندگان ایرانی که در سبک ریتم اند بلوز آر اند بی فعالیت میکنه. امیر تتلو در سال 82 آغاز به کار میکنه و با وبلاگی که امین دانکر دوست نزدیک او ایجاد کرده بود به انتشار اثرهاش پرداخت. اندک اندک نامی در میان خوانندگان جوان اون روزها پیدا کرد. در سال 2012 تتلو نخستین آلبومش رو با نام زیر همکف منتشر کرد. او همچنین آلبوم تتلیتی در سال 2013 میلادی ارائه کرده که حاوی 15 ترانه هستش. امیر تتلو پس از دستگیری و آزاد شدن در صفحه رسمی فیسبوک خودش این اخبار رو منتشر کرد. چند بار نسبت به اشتباهاتش اقرار کرد و در یک پرونده صوتی خبر از پشیمون شدنش داد. تتلو ترانه منم یکی از اون 11 تام رو در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل خوند. این آهنگ تمی غمگین داره و در اون از زمین خاکی، بدبختی و توپ پلاستیکی یاد شده. این مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین در ژوئیه 2015 ترانه‌ای با موضوع انرژی هسته‌ای از تتلو منتشر شد. در ویدیوی این ترانه تتلو بر عرشه یک ناو نظامی ایرانی خوند که خلیج مسلح فارس حق مسلم ماست. این ترانه که با کمک نیروهای مسلح ایران ساخته شده به عنوان پیام ارتش ایران به توافق هسته‌ای قلمداد شد. این ترانه در زمان انتشار رتبه اول جستجوی گوگلی در ایران رو به خود اختصاص داد و در رسانه‌های داخل و خارج از کشور بازتاب بسیار زیادی داشت. اما تتلو در 2 شهریور سال 95 دوباره بازداشت شد. در چند روز قبل از اون وی به دادسرا احضار شد. وی پس از 62 روز به قید وثیقه آزاد شد. در 15 آبان 95 دادستان تهران اعلام کرد یکی از خوانندگان زیرزمینی به اتهام تشویق جوانان به فساد و فحشا به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده، ولی به دلیل رضایت یکی از شاکیان نصف مجازات او بخشیده شد. رسانه ها این خواننده را تتلو عنوان کردند. اما یک خبر دیگه هم که به تازگی در فضای مجازی ما میتونیم ببینیم اینه که تتلو نخستین آلبوم رسمی خودش رو به نام زیر همکف در سال 90 بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرد و پس از زیر همکف تاکنون 11 آلبوم دیگه منتشر کرده. او تاکنون 3 بار توسط پلیس بازداشت شده. اولین بازداشت تتلو در سال 92 توسط پلیس امنیت اخلاقی بود و پس از اون در سال 95 به دلیل تشویق و اشاعه فساد و فحشا به مدت بیش از 2 ماه در بازداشت موقت به سر می بود. تتلو در سال 97 ایران رو به مقصد استانبول ترکیه ترک کرد و نخستین کنسرت خودش رو در همان کشور در تفلیس گرجستان برگزار کرد. تتلو بهمن 98 در ترکیه به علت آنچه نقض مقررات ویزا عنوان شد به مدت 1 هفته بازداشت شد. اما در
در کنار فعالیت هنری اما رفتارها و گرایش‌های سیاسی وی در دوره‌های مختلف باعث مجادلات فراوانی شده. نظرهای او درباره موضوعات گوناگون از جمله سوگواری محرم، قربانی کردن حیوانات، حجاب و طرفداری وی از برخی مقامات جمهوری اسلامی در کنار اتهاماتی مانند توهین و دعوت به ضرب و شتم زنان، دعوت از کودکان زیر سن قانونی برای رابطه جنسی، همگی باعث شکل‌گیری انتقادات فراوانی از سوی منتقدان شده. او از چهره خبرساز و پرطرفدار شبکه‌های اجتماعی پربازدید در ایران بوده. حساب کاربری تسلو در اینستاگرام به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن قوانین این شبکه اعلام شده تا کنون دو بار بسته شده، یک بار در سال 97 و بار دیگر در سال 99. بنابر اعلام بی بی سی فارسی، اینستاگرام در بار دوم اعلام کرد که تسلو دیگر حق فعالیت در این شبکه رو نداره. تسلو در سیاست نیز از افراد مختلفی پشتیبانی کرده. او نخست از میرحسین موسوی سیاستمدار اصلاح طلب پشتیبانی کرد و در انتخابات 96 جمهوری اسلامی ایران ابتدا از محمد باقر قالیباف و پس از انصراف او از سید ابراهیم رئیسی پشتیبانی کرد. در سال 82 آغاز به کار کرد و با وبلاگی از امین دانکر دوست نزدیک خودش آثارش رو شیر یا همون میتونی بگی پخش کرد. امیر تسلو پس از چندی اعلام کرد که پس از انتشار آهنگ مردمان بی‌عشق از موسیقی خداحافظی میکنه و میخواد فوتبالیست بشه. در راستای همین موضوع امیر تسلو در روز 22 مهر 93 به طور سرزده به تمرین تیم پرسپولیس رفت و اعلام کرد میخواد جای علی کریمی رو در این تیم بگیره. طبق نوشته‌های مطبوعات در روزهای بعد اعلام شد امیر تسلو در همان روز توسط حمید درخشان سرمربی وقت پرسپولیس از تمرین این تیم اخراج شد. سرپرست تیم پرسپولیس نیز بیان کرد که محترمانه از این امیر تسلو خواسته که از اونجا بره. بعد از این حواشی امیر تسلو در صفحه فیسبوک خودش اعلام کرد نمیخواد برای پرسپولیس حاشیه سازی کنه و قصد داره فوتبال رو در تیم راهن آغاز کنه. چند روز پس از این سخنان امید گلمکانی معاون رسانه‌ای باشگاه راهن در واکنش به خبر تمایل تسلو برای حضور در تمرینات این تیم اعلام کرد. با توجه به اینکه از ابتدای لیگ 14 بنای باشگاه راهن برای مبنای آن قرار گرفته که تمرینات تیم به دور از هر گونه هیاهوی رسانه‌ای برگزار بشه تا کادر فنی و بازیکنان تمام تمرکز خودشون رو بر روی مسائل فنی قرار بدن و مطرح بشن، مسائل حاشیه‌ای به ویژه خارج از فوتبال تمرکز تیم رو برهم نزنه. ضمن ادای احترام به اظهار نظرهای مختلف در این زمینه، با عرض عذرخواهی از حضور افراد متفرقه در جریان تمرینات تیم راهن ممانعت کرده. امیر تسلو 15 مهر سال 94 در موزه صلح تهران حضور یافت و از سوی مجروحان و جانبازان شیمیایی و قطع نخاع ایران برای ساخت کلیپ شهدا تجلیل شد و به عنوان سفیر صلح این موزه معرفی شد. برای همه شما عزیزان دلم آرزوی موفقیت و سربلندی و خوبی و محبت کردن به دیگران رو داریم. الهی که حال دلتون خوب باشه. توی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم ما رو همراهی کنید، برامون کامنت بذارید و ما رو سابسکرایب کنید. یادتون نره که ما کلی دوستتون داریم.